مین‌های ضد نفر، یادگاران جنگ که ده‌ها سال پس از پایان نبرد نیز همچنان جان انسان‌ها را می‌گیرند. بر اساس آمار، روزانه نزدیک به 20 نفر در جهان قربانی مین‌های ضد نفر می‌شوند. برخی از قربانیان کشته شده و برخی دیگر پاهای خود را از دست می‌دهند. شمار قربانیان مین‌های ضد نفر تنها در سال 2016 میلادی به بیش از 8600 تن رسید. اکثر آنها در کشورهایی مانند افغانستان، بوسنی و هرزگوین، کولومبیا و البته ایران و اسرائیل. بیش از 70% از قربانیان مین را در جهان غیر نظامیان تشکیل می‌دهند. قربانیانی که نیمی از آنها کودکانند. یکی از این قربانیان روت فرمینگر است. 13 ساله بودم و در اورشلیم زندگی می کردم. دو ماهی از جنگ 6 روزه می گذشت. شنیدم که یک هواپیما در نزدیکی کیبوت سرمت راخل سقوط کرده. با دوستانم رفتیم که ببینیمش. به یک میدون مین رسیدیم. من نمی خواستم وارد بشم. ولی وقتی دوستان وارد شدن منم رفتم داخل میدون مین. بعد از چند ثانیه مین منفجر شد و من پامو از دست دادم. نزدیک به 5 دهه پس از آخرین جنگ اعراب و اسرائیل، همچنان نزدیک به 2000 میدان مین در این کشور و در کرانه باختری رود اردن وجود دارد. بیشتر این میادین در امتداد مرز اسرائیل با اردن و مرز اسرائیل با سوریه در بلندی‌های جولان هستند. اینجا یکی از میدان‌های مین باقی مونده از جنگ‌های بیش از نیم قرن پیش اسرائیل و سوریه است. این سیم‌های خارداری که اینجا هست و این تابلو مرز بین مرگ و زندگی هستند. مرزی که هر ساله شماری از اسرائیلی‌ها از اون عبور می‌کنند و جانشون یا اعضای بدنشون رو از دست میدن. یکی از مشکلات مین‌های کهنه این است که با گذر زمان حرکت کرده و از میدان‌های نشانه‌گذاری شده خارج می‌شوند. پارلمان اسرائیل 11 سال پیش و پس از آنکه دانیل یووال نوجوان 11 ساله پای خود را در اثر انفجار مین در شمال کشور از دست داد، قانون مین روبی را تصویب کرد. بر اساس این قانون، سازمان مین روبی اسرائیل تشکیل شد. این سازمان در این سالها بیش از 200,000 مین را جمع آوری یا خنثا کرده است. گاه با استفاده از ماشینالات مین روب و گاه با منفجر کردن همه مین‌ها در یک میدان مین. از جمله 3 سال پیش در بلندی‌های جولان. سازمان‌های مردم نهاد نیز در این زمینه به دولت کمک می‌کنند. اسرائیل قانون مین روبی رو تصویب کرده و براش بودجه در نظر گرفته. منم مؤسسه‌ای تأسیس کردم برای جمع‌آوری کمک‌های بین‌المللی. فکر کنم دنیا فهمیده که اگر مین‌گذاری برای تعیین مرز نباشه، میشه جمعشون کرد و میدون مین رو مبدل به گلستان کرد. و نتیجه این خودآگاهی جهانی تشکیل کنوانسیون اتاوا برای ممنوعیت مین‌های ضد نفر در سال 1997 بود. کنوانسیونی که با همت پرنسس دایانا و ملکه نور تشکیل شد. کنوانسیون اتاوا همکنون 164 عضو دارد. اما کشورهایی چون ایران، اسرائیل، ایالات متحده و روسیه عضو آن نیستند. به گفته کمپین بین المللی برای ممنوعیت مین‌های ضد نفر، امروزه همچنان میدان‌های مین در 61 کشور و منطقه در جهان جان انسان‌ها را تهدید می‌کنند و اگر همه کشورها ممنوعیت استفاده از مین‌های ضد نفر را نپذیرند، شمار این قاتلان خاموش همچنان افزایش خواهد یافت. اشکان صفایی، اسرائیل.